من فهمیدم که به چند نفر توی بازار بدهکارم. تماس گرفتم، پاسخگو نبود. پرسجو کردم، فهمیدم یکی از بازاری‌ها حکم جلبش رو گرفته و دنبالش هم. البته گفتم که جای نگرانی نیست، شما که رفتنی اینو بیه اونم دستشون به شما. میشه اینقدر به من نگین شما رفتنی مسافرین؟ من قرار نیست جایی برم، ازدواجم کلن به هم خورده. آقا آب شده رفته تو زمین. یعنی چی؟ یعنی هیچ که ازش خبر نداره. یه چند ماهی هم مثل این که بدهی بالا آورده، کسی باش معامله نمی کنه. اینم لیست طلبکاراش. یعنی با اینکه سندش مشکل داشت دوباره بهش اعتماد کردی احمد؟ چی کار باید میکردم نسرین؟ بهش بار فروخته بودم، نمیتونستم پس بگیرم که. دعا کن نسرین. اگه خسروی رو اینقدر خوب میشناختی چرا همون موقع هیچی نگفتی؟ کی بود به من گفت؟ سیمین هیچ کاری نکن، احمد آقا همه کارا رو بکنه، تو بکش کنار. کی بود؟ هم تو اونجا بودی، هم آقای کیانی. چرا الان داری همه تقصیرها رو میندازی گردن احمد؟ برای اینکه گردنش هست. این آدم باید پول بده حساب منو پر بکنه، من بتونم چکامو باز بکنم، سهمم از شرکت هم بمونه برای بعد. قصه چیه حبیب؟ اون بار حاجی خدا بیامرزه، من همه چیزو دیدم. تو چی دیدی؟ تا از اون گونیه که به یحیی گفته بودی ببره بسوزونه که آرم شرکت حاجی خدا بیامرز روش بود. دیدم تو اون شعله های آتیش، دیدم انتقامی که ازش حرف میزدی رو. یک کلمه از این چیزایی که فکر کردی فهمیدی که اصلا هیچی نفهمیدی ها. اما جایی بگی، به کسی بگی، حالا هر کی، بلایی به سرت میارم که همین زندگی و نصف نیمه بشه آرزوت. حالا ببین کلیدم اتارت. Thank you.
به نظرت من عوض شدم؟ نه، وقتی مثل قدیم و هنوز دنبال منی همون دیوونه یه که بودی. تو هم همون نرگسی با همون خاطرات. دبیرستان اومدم خونه، مادرم حرف تو رو میزن، میگفت میخوای ازدواج کن. یادم خیلی قاطی کرده بود، اومده بودی تو کوچه، داد و بیداد را انداخته، همه همسایه ها جمع شده بودن. همون شب زدی شیشه ماشین داماد و شکستی، بعدم سر بابای بیچاره منظور. من دیگه اون نرگس دبیرستان نیستم، خیلی عوض شدم. الان یه زن مطلقم با یه بچه. تو میتونی به من کمک کنی؟ میخوام از ریز ریز کارهای حبیب سر در بیاری، من خبردار کنی اینکه کجا میره، با کیا میگرده، سر و تهش به کجا بنده. خیلی مهمه منصور، فقط حواست باشه به هیچ وجه نباید حبیب بویی ببره. اگر پسش برنایمدی نرگس رو فراموش کن. سلام. میرین یا میاین؟ میریم به سمت دهلوران. خدا قوت، خسته نباشید. خسته نباشید. شماست که اصلا بود از علامه بعد باز شماست. بفرم. شما در نمید یالله سلام. بفرم یالله بفرم آقا دست شما در نمید باشه جود. بفرم بیدم کنید.
بفرمایید جناب، در خدمتم. سلام، من سنایی هستم، از تهران اومدم برای دیدن آقای خسروی. اینجا رفتن، فروختن اینجا را. آدرس جدیدشون رو داریم به من بدین؟ والا بعید میدانم دفتر جدیدی داشته باشن، یا اگرم داره من بی اطلاع. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو کار پست و آجیل نیستن ایشون؟ والا خدا عالمه. چرا این همکاراشو نمیپرسی؟ این بنکدارا، قنادا. ممنون. راستی اگه پیداشان کردی حتما سلام منو برسانی، بگین یه چند تومنی پول بابت آب و برق و تلفن اینجا بده کاره. خداحافظ. تو ماشین هاته بارگر بریم بچو بابانه؟ بچو. شنیده بودم با شما هر کار میکنه، اما هیچ وقت سعادت نداشتم زیاره دادن کنم. قربون شما. والا میگی چند تون بار، شما بگو 100 کیلو برسه به این شهر، اول از همه من خبردار میشم. سپاری اینجا نایمده چون میگفت قرار اینجا بسته بندیشه بره ترکیه. آری قبلا کارش این بود، بعد افتاد تو ساخت و ساز و کم آورد، افتاد دنبال وام و تضمین از این اون. من اعتبار نکردم چون دیدم داره دروغ میگه و حلال حرام میکنه و علی پاشو بریدم از اینجا. بازاری جماعت اعتبارش به راستگوییش و خدا ترسیش. دروغ و دقل بیات وسط کار سنگ رو سنگ بند نمیشه. خدا وکیل چند ماهیه کاسبای این راسته بازار هیچ کدام باش کار نمیکنه. چه عجیب، ما خیلی وقت بود باش کار میکردیم، همیشه هم خوش حساب بود. هی والله پسر، این مال قبلنا بود، بسوز پدر طمع مال دنیا و این بنی بشر که سیری نداره، هرچی بریزی تو حلقومش میگه بازم میخوام. حالا رد و نشونی چیزی ازش داری؟ والله رد و نشون اگر داشتم همون اول تقدیمتن میکردم. اینو براش زدم که دردش کمتر شه بتونه راحت بخوابه. خدا خیلی بده خانم شکیبا. شما برین خونه استراحت کنین، من و همکارام اینجا هستیم. نصری تلفن با تو کار داره. ببخشید. خواهش. الو. الو نصری. سلام. احمد خوبی؟ کجایی؟ کرمانشاه. تونستی پیداش کنی؟ نه هنوز، از یه چند نفری سراغش رو گرفتم، آدرسش رو پیدا کردم ولی هنوز نمیدونم کجاست. ظاهراً داره اینجا ساختمون سازی میکنه. احمد من دیشب تا صبح از دلشوره خوابم نبرده. اگه نتونی پیداش کنی یا اگه نتونه پولو بده چی؟ من نمیخوام سیمین تو درد سر بیفته. میدونم، انشالله که اینطوری نمیشه. تلاشم میکنم دیگه. من میخوام یه کاری انجام بدم احمد. بفرمایید. در خدمت. یه مقدار طلا داشتم برای خودش. میتونم ببینم؟ حتما. سلام خانم شکیبا. سلام.
چه خبر از احمد آقا؟ همین چند ساعت پیش باش حرف زدم، گفت یکی دو روز دیگه کارش طول میکشه. این همه پول نقد؟ کار خطرناکی کردید. شما لطف کنین بشماریدش، میخوام فردا صبح اول وقت تو حساب خواهرم باشه، همون حسابی که باش چک داده. فکر کنین کافی باشه واسه چک اول؟ این که نه، ولی یه مقدار تو حساب داریم. مسئله چک دومه که خیلی سنگینه. تاریخش کیه؟ 23. نمیشه ازشون مهلت بگیریم؟ اونا من ترجیح میدم خود احمد آقا باشون صحبت کنن، حرفشون میشه خریدار داره. سهیلا خانم سلام. سلام، چه به موقع اومدی؟ ندیدم اتون. ناهید کوش دانشگاه کلاس داشت، نکنه کارگر کم آوردیم منتظر من بودی؟ این چه حرفیه، سنگایی که انتخاب کردیم الان رسیده. امیدوارم پشیمون نشده باشین از انتخابم. یه چای داغ داریم بعد راجع به موضوعی باهاتون صحبت کنم. حتما، چرا که نه. بفرمایید. دستتون درد نکنه. کوشه جان موضوع چیه؟ راستش راجب حرفاییه که زدیم، سهم و ارث و قولی که بهتون دادم. اتفاقا با ناهید در مورد شما و خانوادتون کلی حرف زد. ظاهرا ازدواج خواهرتون هم که به هم خورد. خبری از فروش خونه، تقسیم ارث نیست. اگه من ناهید رو نبینم؟ به نظر من که کار اشتباهیه. نه حقشه. نه منظورم فروش خونه است. البته من اونجا رو ندیدم. با تعریفایی که ناهید کرد و سهمی که شما حرفشو زدید، حدس میزنم ملک خیلی قدیمی و بزرگی باشه که ارزش داره اونجا رو بکوبید و یه مجتمع مسکونی بزرگ بسازید. درسته، ولی ناهید همه چی رو به شما نگفته، به خاطر اینکه من براش همه چی رو تعریف نکردم. اون خونه برای بابام خیلی ارزش داشت، یادگار خانوادگیش بود. خیلی هم میومدن بهش میگفتن اینجا رو بکوب از نو بساز یا بفروشش، زیر بار نمیرفت. همیشه میگفت آدم خونه‌ای که توش بزرگ شده رو آباد میکنه نه خراب. برای همین تصمیم گرفتیم فعلا دست نگه داریم. البته برنامه های هممون به هم ریخته ها. منم هم گفتم بیام اینا رو بهتون بگم، یه وقت فکر نکنین زدم زیر حرفم به سر قولم های نستادم. خیلی بامزه است که همین اتفاقات برای منم افتاده. منم رو سرمایه مادرم حساب باز کرده بودم. اگر اون پول رو مادرم میداد دیگه نیازی به شریک نداشتم. کارو تموم میکردم. خب چرا نمیدن پولو بهتون؟ شرط گذاشته. گفته باید ازدواج کنی تا اون پولو بهت بدم. به حال مادر آرزوش که بچهش داماد بشه. ناچار شدم از دستش فرار کنم. بیام تهران با ناهید یه آپارتمان اجاره کنیم. ناهید کلاسای کنکورشو میرفت و منم این پروژه رو شروع کردم. خب چرا ازدواج نمی کنین؟ باید آدمش پیدا شه. با این حساب شما یا یه شریک کاری می خواین؟ یا شریک زندگی که در اون صورت مادرم از قهر در میاد و کمبود مالی اینجا رو تأمین می کنه. من با اجازهتون برم دیگه، همینا رو فقط میخواستم بهتون بگم. صبر نمی‌کنی ناهید برسه؟ سلام. سلام خانم. داداش بالاست؟ آره بالا. کجایی شما؟ چه صبر نکردی با هم بیای؟ چی شده؟ چیزی گفتی بهش؟ کسی اینجا هست؟ آقا؟ بله آقا.
سلام. چه میکنی اینجا؟ اصلا نباشی. سلام علیکم. دنبال مالک این ملکم. کجا میتونم پیداش کنم؟ الان که دیگه اینجا نیست. برو فردا بیا. خب آدرس دفتر یا خونه آقای خسروی رو داری به من بدی؟ خسروی دیگه کیه؟ مگه صاحب اینجا آقای خسروی نیست؟ والا نمیدانم. چند ماه پیش یه آقایی میومد بالا سر اینجا، ولی الان خیلی وقت نیامده. یعنی هیچ کس به اینجا سر نمیزنه؟ مالکش کیه؟ والا هیچ کسی نمیاد. نمیدانم. خیلی خب، دست درد نکنه. خواهش میکنم. سلام آقای کمالی. سلام. یکی از شاگردگانی امین باشا به خدمتم. خودشون کی میان؟ یکی از همکاران فوت کرده، رفتن تشییع جنازه، احتمالاً فردا صبح بگیرن. ممنون. شما آقای بلش کن. چو طرف از ازدواج بزنی؟ یه جوری میگه حرف از ازدواج، انگار ازش خواستگاری کردم. ناهید خب چی؟ هیچی اومده بود بگه اون وعده‌ای که در مورد سرمایه داده به این زودی دستش نمیرسه. منم گفتم اصلا نگران نباش. همین. اگه به حرف مادرم گوش کنم، زن بگیرم، دیگه نیازی به اون سرمایه ندارم. همین. همین. حالا تو چنقدر حرص می‌خوری؟ از دست تو که تا یه دختر رو می‌بینی سفره دلتو براش باز می‌کنی. از دست سایله که تنهایی پاشده اومده اونجا. ببینم کی پا این دختر به کارگاه من باز کرد؟ کی بود میگفت دختر خوب، نجیب، خانواده دار، بذار سرمایه‌شو بیاره باهات شراکت کنه؟ کی بود؟ من گفتم شریک تو ساختمون، نه تو زندگی. اون دختره رو یادت رفته مامان رفت برات خواستگاری، به یه ماه نرسیده همه چیو با هم زدی؟ اون انتخاب مامان بود، سایله انتخاب خودم. اصلا چی شد یهویی تو انقدر عاشق سهیلا شدی؟ یه حرفی میزنی، حرفایی که خودت زدی، چیزایی که خودم دیدم. عشق در یک نگاه دیگه نیست؟ عشق در یک نگاه. یادت رفته راجبت پسرمش به چی گفتم؟ تو که گفتی قول و قراری نبوده بینشون. منو بگو فهمی کردم عاقل تر از این حرفو بشی. درست 7-8 سالی ازت بزرگترم، قربونت برم، ولی میدونم که یه اپسیلونی از من عاقل تری، بیشترم نه. حالا میخوام برام خواهری کنی، ما بقیش هم با خودت. چی گشتی؟ دانیال. چرا؟ دانیال. دانیال پاش باید بریم دستشوی از این آمد بپوشیم. نمیخوام. بایش دانیال حرف گوش کن دیگه، پاشو. چرا به فکران نمیپوشونی؟ من دیگه بزاشتم، توی فکر بال خودت بکن. این عروس آبجی سیمینه؟ نه، آبجی سیمین قرار نیست که عروس بشه. پس کیه؟ این آبجی نسرینه، اون یکی هم امحله که داره بهش گل میگه. دانیال، پاشو دیگه، خسته شدم اقل گفتم. نمیخوام بپوشم. ای بابا! سلام. 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 داداشی دوباره کار بد کرده، آبجی سیمین میخواد پوشکش کنه. آره دانیال، شما دیگه بزرگ شدی یا سیمین، بعد ببریمش دکتر ببینیم دانیال چی. نه نمیخوام برم دکتر. باشه، اگه نمیخوای بری دکتر باید یه قولی به من بدی. از این به بعد هر موقع شماره یک داشتی بدوی بری دستشوی. آفرین. سی
ببین پول به حسابت واریز کردم. احمد برگشته؟ نه شهرستان هنوز. خب پول از کجا آوردی؟ چه فرقی میکن؟ وایسا ببینم از کجا آوردی پول؟ یکم پس انداز داشتم، یکم خرت و پرت فروختم. طلاهاتو فروختی؟ چه که اولت پاس میشه به هر حال دیگه. ای نسرین تو چرا باید جور احمدو بکشی؟ طلا به چه کارم میاد وقتی احمد گرفتاره؟ وقتی تو نگرانی که به خاطر چک حکم جلبتو بگیرن؟ احمد ازت خواسته طلاهاتو بفروشی؟ چرا احمد؟ اصلا خبر نداره. آه اصلا بهش نگفتی آقا نگران نشه؟ نه نگفتم، نمیتونم درموندگیشو ببینم. این آدم یه اشتباهی کرده، باید تاوان پس بده. یه جوری میگی باید تاوان پس بده، انگار از عمد این کارو کرده. خیلی خوب، این چک پاس شد، چک بعدی چی؟ اون که سنگین‌تر اونو میخوای چیکار کنی؟ تا اون موقع اون آدم حقه‌بازو پیداش کرده، پولارم پس گرفته. اون شب که رفتیم مسجد برای خوندن صیغه محرمیه تو با ما نیومدی. حاجی اعتمادی آماده بود خطبه رو بخونه که بابا گفت من و احمد همراهش بریم تو حیات. مامان و عمه گفتن هر کاری داری بذار برای بعد، اما بابا اصرار داشت قبل عقد با ما حرف بزنه. توی حیات مسجد بابا دست ما دوتا رو گرفت توی دستش، گفت بله که الان میگین بله به یه عمر با هم بودنه، بله به زندگی تو خوشی و ناخوشیه. گفت زندگی اینه یه کتاب میمونه که نمیدونی صفحه بعدیش قراره چی بشه. نمیشه تو صفحه خوشی با هم باشین، تو صفحه ناخوشی همو رها کنین. صبح بخیر برادرم. هنوز 20 دقیقه مونده به نماز. رخت خواب ها میخوای یه سورتی بزنی؟ خب به چشم نمیاد. چیزی خوردی؟ اشتها ندارم آجا. یه لومه نان و پنیره با هم میخوریم، خواستی حرف رو میزنیم. آدمی که نه خواب داره نه خوراک یعنی سنگین حرفه. گوشم رو مفته، حالا بشین یه چیزی بیارم با هم دیگه بخوریم. چی
سلام سلام پردو سلام خوبی؟ قربانت تمنونی دسته نوید سلامتی آقای کمالی بفرمایید سلام سلام من صنایعی هستم میتونم چند دست وقتتون رو بگیرم بفرمایید بالا ۳۵ تومن آخه تو چجور اعتبار کردی این همه بار به ای آدم بدی؟ همونطوری که شما بهش اعتماد کردی و باش شریک شدی این مال قبله قبل یعنی کی؟ حالا چند ماه پیش بود که اوضاعش به قاعده بود و حرفش هم حرف ما هم موقع باش معامله کردیم خسروی تو این نمایشگاه با شما شریکه؟ بودیم آقا بودیم همه چی من تمام شد یه روز با 4 گل ماشین آمد اینجا و شریک شد بعدم پول لازم شد همه رو فروخت اون ساختمون چی؟ زمینش از ما بود ساختش از او قرار ما 50-50 بود ولی خود نتانست منم مجبور شدم ماشینام زیر قیمت رد بکنم که ساختمانه نخوابه خب یعنی سهم خسروی از اون ساختمون الان چقدره؟ کدام سهم؟ منم عین تو شاکیم آخه من شنیدم خسروی کل سرمایش رو زده تو ساخت و ساز یعنی جای دیگه ای رو داره میسازه؟ من نه از خودش خبر دارم نه از سرمایه گذاریش جای دیگه بفهم چایتان سرد نشه دست شما درد نکنه به نظر شما من راه دیگه ای به غیر از شکایت دارم هر جور خودت سلام میدانی خانوادش چی؟ اونا هم غیبشون زده؟ نانم رسید دست در نکن تا دست صورتی بشوری بیای صبحانه با هم بزنی من آدرسم برات می‌نویسم بری دنبالش کارتو سری یه زنگ به سنجری می‌زنی میگی تمام واحدها رو می‌خوام پیش فروش بکنم تمامشانو چش برو سری ببینم سلام سلام منزل آقای خسروی؟ نیستم سلام بچه ها چون بچه های خسروی این؟ با کی کار داریم؟ سلام خانم سلام من صنایعی هستم بچه برین تو بفهم من صنایعی هستم میخواستم آقای خسروی صحبت کنم نیستم حتما راجع من بهتون گفتم من یه طلبی ازشون دارم یه چند دقیقه میخواستم وقتشون رو بگیرم نیستن آقا سفرم ببینید خانم من حکم جلب ایشونو دارم نمیخوام با مامور بیام در خونشون آبروریزی بشه اون حکم جلب برای چه شوهر من ورشکسته است نمال مردم خور بدهی چند نفر دیگه مثل شما هم داده بدهی من فرق میکنه من 35 میلیون تومن بار پسته بهش فروختم چه که اولش پاس شده چه که دومش برگشت خورده من نمیدونم من فهمیدم رفته تهران طلبش رو وصول کنه از چند نفر طلب داره کدوم طلب دفترشو فروخته رفته شراکتشو تو نمایشگاه به هم زده شریکش توی ساختمون ازش شاکیه کدوم طلب هیچ کدوم از این کارش به من نگفته بود ببینید خانم یا بهش میگین این بچه آدم بیاد و با من حرف بزن این قضیه رو حلش کنیم یا با مأمور میام دم خونتون میخوای ما رو تنه بذاری با این قوم ظالمی؟ ما این همه با هم حرف زدیم
اگه طوری بشه، اگه خدای نکرده، اگه زبون علی بلای سرت بیاد، من چیکار کنم؟ انقدر نفوذ بلد نزن، بهرام کارشو بلده. یه چشمم زده من میرسم اون بعد یه خونه براتون میگیرم. اما خمتون با هواپیما میاد. بعد اگه خریدار خونه بیاد چه فکری به سرم بریزه؟ غلط کردم مرتی که پولشو تا آخر ماه بهش دادم. هر کی اومد در این خونه هر چی گفت باور نمیکنی ها. همون چیزی رو بگو که من بهت گفتم. یومش دروغ. بذار سالم برسین اونجا. سیر تا پیازشو برات تعریف میکنم. بچه ها بریم بیرون. یادت باشه اگه دیر زنگ زدم یا اتفاقی افتاد یه راست میری سراغ حبیب کیانی. بهرام جاشو بلده. اون یه بدهکاری سنگین به من داره. هر کاری بخوای واسه انجام میده. خسروی غیبش زده. چقدر طول میکشه؟ من باید برم زندان منتظر رو به دادگاه بشینم؟ نمیخوام از سری از این پستا اینو بشه. به صاحب ملکم بگو فردا بیاد برای تصویر. این شرکت باید جمع بشه، ساختمونش هم فروخته بشه. تو فکر سیمینم و کاراش و حرفاش. تو حبیب خودخواه در این آدمای هستی که تو عمرم دیدم. پول داری؟ خونه داری؟ پس فکر ازدواج با نسرین بذار بس وقتی که خونه زندگی فراهم کردی.